آقای مکری سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که تو قالب کارگاه های جشنواره جهانی امسال هرچند از راه دور ولی اینجوری در خدمتتون هستم. منم سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوشحالم. من راستش به روندی که جشنواره جهانی فجر تو این چند سال اخیر پیدا کرد خیلی علاقه‌مندم و فکر میکنم که روندی نزدیک به استانداردها و شمایلی که حداقل من از جشنواره‌ها سراغ دارم یا جایی دیگه میبینم درنچه استقبال میکنم از هر مدلی که بتونم در کنار دوستان جشنواره جهانی باشم. به قول شما امسال دیگه شده از راه دور و امیدوارم که مفید باشه. حتما همینجور هستش. خود من همواره مشتاق دیدن هم کارهای شما، همین که گپ و گفت با شما بوده و هستم، انشالله تو این گفتگو هم همین اتفاق میفته. نکته ای که دوست دارم صحبتمون رو بتونیم در واقع از اونجا شروع بکنیم اینه که وقتی کارنامه شما رو دنبال میکنیم و خیلی جالبه که شما از اون اولین کاراتون تو حیطه فیلم کوتاه تا فیلم بلند که رسیدین، کاراتون حتی چه از اون موقع چه وقتی که اومدید فیلم بلند ساختین این رجوع به کارهای قبلیتون بوده. در واقع یک پکیج آقای شهرام مکری همواره هی دیده شده، هی در واقع در موردش بحث شده و به نظرم حسن این قضیه اینه که ما مسیر شما رو علاقمندان جز به جز میتونن دنبال بکنن، چون به نظرم یک خط فکری توش وجود داره و رسیدم به جایی که شاید بشه گفت عنوان من ازش عنوان سبک شخصی یا نگاه شخصی شما در واقع توی فیلمسازی اسم میبرم. به همه خاطر بکنم بد نباشه از همین نقطه شروع بکنیم، اینکه واقعا اولا چقدر برای فیلمسازای جوان، برای علاقمندان، برای هنرجوهای این بیته میخوام بدونم که چجوری میشه که از اون اولین گام ها این تصور که من بتونم به زبان بیان و اون نگاه شخصی خودم برسم امکان پذیر، اون دور نمایه میخوام بدونم که از چه زمان پایه‌گذاری میشه. خب خیلی خوشحالم که با این سوال شروع کردین و امیدوارم واقعا این روندی که شما میگین تو کارهای من دیده بشه. میدونید یه کسی مثل من فعلا دو بعدی شده، از این بابت که از یه طرف عنوان مدرس گاهی در جایی مختلفی مشغول حرف زدن هستم و راجع به سینمای دنیا حرف میزنم، راجع به بزرگان فیلمسازی حرف میزنم و از طرف دیگه به عنوان یک فیلمساز فعالیت میکنم که حتما به عنوان یک فیلمساز کارام پر از عیب و ایراد و نقطه نظر مختلفی که تماشاگر و مخاطب میتونه راجع به اون داشته باشه یا منتقد نسبت به اون داشته باشه است. این دوگانگی باعث میشه گاهی اوقات توی چنین جاهایی حرف زدن کمی سخت بشه، به خصوص وقتی دارم راجع به فیلم های خودم یا مدلی که خودم تا حالا کار کردم حرف میزنم. یه گرفتاری به وجود میاره و اون اینه که ممکنه گاهی اوقات با اون ور مدرس و معلم بودنم قاطی بشه، در نتیجه از همین اول عذرخواهی میکنم اگر یه موقعی جملاتی میگم مثلا از کارگردانی بزرگ دنیا، قسم چنین مقایسه‌ای نیست، آگاه هستم به موقعیت و جایگاه خودم و مدل کاری که خودم دارم انجام میدم. اما در مورد سوالی که پرسیدین باید بگم که فکر میکنم برای فیلمساز من الان به بچه‌هایی که توی کلاس‌های مختلفشون درس میدم در مورد نقطه شروع همیشه یک دو تا توصیه میکنم که این بعد از این مدتی که خودم فیلم ساختم به دست اومده. اولیش اینه که در مورد ساختن فیلم بلند اتفاقا تجربه من این روزها میگه که عجله نباید کرد. فیلم های بلند سینمایی به خصوص فیلم های اول و دوم کارگردان ها الان سکوی نمایش اونا و سکوی پرتاب اونا به دنیای حرفه‌ای فیلمسازی هستن. در نتیجه این مسابقه که هر کسی فیلم اول بلندش رو زودتر بسازه به نظرم باید جای خودش رو با این عوض کنه که هر کسی فیلم اول بلند خودش رو با دقت و با شناخت بیشتری بسازه. یه نکته رو باید بهتون بگم و اون اینه که تعداد کارهای فیلمسازهایی که در عرصه فیلم بلند فعالیت می‌کنن، فیلم بلند داستانی یا حتی مستند دارن فعالیت می‌کنن، نسبت به سال‌های ابتدایی تاریخ سینما تعدادشون کمتر شده. مثلا شما یه موقعی در دوران سینما کلاسیک که نگاه می‌کنید ممکنه که ببینید فیلمسازا 30 فیلم، 40 فیلم، 50 فیلم در طول مدت دوران فعالیت حرفه‌ایشون کار می‌کردن. اما هر چقدر که جلوتر میایم می‌بینید تعداد این فیلم‌ها کم شده. امروز کارگردان‌ها دارن از مثلا یه کارنامه 10 فیلمه حرف میزنن، حتی کمتر، بعضی ممکنه 6 فیلم 7 فیلم تا پایان دوران فعالیت حرفه‌ایشون بسازن. یکی از دلایلش اینه که
تعداد کسایی که دارن فیلم میسازن زیاده و بازار به هر حال تایم آدم ها برای دیدن، تایم مخاطب ها برای دیدن محدوده. توی چنین بازاری تا نوبت هر فیلم سازی بشه برای فیلم بعدی و فیلم بعدش ساختن ممکنه 3-4 سال طول بکشه و تعداد فیلم ها که کم میشه شاید این فرصت رو به فیلم سازا میده که یکمی با تومنینه بیشتری وارد کار فیلم سازی فیلم بلند بشن. دیگه نیازی نیست مثل سابق مثلا حتما فکر کنن بین 20 سالگی تا 30 سالگیشون لازمه که حتما کلید بزنن و فیلم اول بلندشون رو بسازن. نه، امروز میبینیم که خیلی از فیلم سازا اتفاقا میذارن مثلا در میان سالی حتی شروع میکنن به کار فیلم سازی انجام دادن و فیلم های بلندشون میسازن. اما به عکس در مورد فیلم های کوتاه همیشه بچه‌ها میگم که ایده اصلی در ساختن وجود داره. یعنی اولین چیزی که باعث میشه آدم به اون سوال شما میخوام برگردم به چیزی که شما بهش میگین استایل شخصی یا سبک شخصی برسه، اولین ایده در اینه که فیلم بسازه به نظرم. یعنی تا شما فیلم نسازید نمیتونید به استایل شخصی برسید. ایده استایل شخصی ممکنه که این اشتباه رو به وجود بیاره که ما حتما احتیاج به این داریم که به یک جهان بینی مسلط بشیم و بعد اون جهان بینی رو بتونیم توی فیلمامون پیاده بکنیم، در حالی که به نظر میرسه که ساختن فیلم به خصوص تو حوزه فیلم کوتاه تازه به ما راه و روشی برای پیدا کردن اون جهانبینی و تازه به ما ایده هایی برای پیدا کردن اون جهانبینی میده. من کمی شاید خوششانس بودم از همون فیلم های اول کوتاهی که کار کردم یه ایدهی توجه منو جلب کرد و اونم ایده روایتگری بود، شیوه های مختلف روایتگری. و بعد بهتون بگم که خب همزمان شد دورانی که من داشتم فیلم کوتاه کار میکردم با هجوم فیلم هایی که به بازار ایران میومدن و فیلم هایی یک سالهای مثلا دهه 90 بودن که توی اونا شیوه های روایتگری خیلی مورد توجه قرار گرفت. یعنی در سالهای دهه 90 میلادی شاید مهمترین مسئله که برای فیلم سازا میتونست جذاب باشه در جای نقاط مختلف دنیا این بود که با روایت چه شیطنتایی میتونن انجام بدن. و همزمان این دو سالهایی بود که من شروع کردم به کار کردن فیلم کوتاه. خب مرزهای سینمایی ایران به سمت آثار مثلا ویدئویی و VHS و اینا باز شده بود بعد از سالها، بعد از مدتها، و هجوم این فیلمها، در اومدن چند تا نشریه سینمایی همزمان، مجلاتی که می نوشتن، و این علاقه رو در من به وجود آورد که حالا متمرکزشم روی ایده روایت کرد. یعنی ایدهی که اون موقع بود رو میتونم بگم قاپیدم، دوست داشتم، خیلی هم بهش علاقه داشتم. از طرف دیگه در مورد خودم باید بگم چند تا ایده، چند تا نکته دیگه هم وجود داشت که بیرون از جهان فیلم و سینما می اومد. یکی از اونها ریاضیات، هندسه، ریاضیات و فیزیک، اینا حوزه مورد علاقه هم بودن. پدرم ریاضیات خونده و اصلا کاری که انجام میداده حسابداری بوده. همیشه من معلم دوران راهنمایی ما آقای ترابی اسمشون بود، ایشون منو مثلا معلم ریاضی رو چرا باید آدم یاد بشه؟ خیلی میگم یه کار جالبی میکردن، اونم این بود که منو مثلا توی کلاسای مختلف میبردن که کلاسای مختلف مدرسه راهنماییمون میبردن که مسئله های ریاضی که مسئله اون کلاس ها بود یا بچه های اون گروه های کلاسی بود رو حل بکنم. در واقع یه جور شده بودم دستیار ایشون توی کلاسای مختلف ریاضیات. خب این خیلی باعث شد که من علاقه‌ام به ریاضیات بیشتر هم بشه. و مجموعی از این چیزا، مجموعی از این اتفاقات توی زندگی من بود که علاقه من رو به ریاضیات زیاد کرد، خیلی زیاد، به هندسه خیلی زیاد. من تمام دوران از سال اول و دوم دبیرستانم سعی میکردم یک مسئله رو در مورد تساوی مثلث‌ها سعی میکردم بتونم ثابت کنم. یعنی با اون فکر بچگانم اون موقع فکر میکردم که به یک کشفی در مورد اینکه شیوه های تساوی دوتا مثلث رسیدم و میخوام این شیوه های تساوی دوتا مثلث رو ثابت بکنم. و البته بعدها فهمیدم که هزاران شیوه قبلا آدم های دیگه برای این درست کردن. من میخوام بگم حوزه علاقمندیم چطوری بوده، از کجا وارد شده. خب این وقتی که با سینما تلفیق شد فکر کنم من رو به این سمت برد که اون چیزی که شما دارین میگین شاید از فیلم اولام جستجو کردم، سعی کردم که اونا رو یه جوری وارد فیلم کنم. سومی هم اگر بخوام بهتون میگم علاوه بر این ماجرای همزمانی روایتگری و علاقه من به ریاضیات و فیزیک و چیزایی از این دست، این بود که فکر کنم زود فهمیدم که باید
که سینما رو میشه توی ایده های دیگه هم پیدا کرد، مثلا در نقاشی، مثلا در کتاب، مثلا در داستان ها، مثلا در معماری. خیلی زود فهمیدم که اینا با هم مرتبطن، چیزهای جهان های جدا از هم دیگه نیستن. به خاطر همین علاقم به نقاشی، علاقم از بین نقاش ها به اشر که حالا میشه گفت ایده های از ریاضیات و ماکت و نمیدونم همه اینا رو توی کارهای خودش داشت، مجموعه اینا روی هم دیگه سوار شد و من فکر اینجوری شد که من از مثلا فیلم های اولی که کار کردم سعی کردم که بعدها البته این روند رو ادامه دادم، ولی از اون موقع فکر کردم بر اساس علاقم فیلم بسازم و بر اساس علاقم اون چیزایی شد که دیدین ساختم، یعنی فیلم کوتاهی اولی بود که ساختم و بعد دیگه بنا به دلایل دیگه حالا میتونم بعدن راجع به اونم صحبت بکنم، این سعی کردم این مسیر رو ادامه بدم. تو فیلمای کوتاهتون خب همونجوری که گفتم پکیج شهرام مکری خیلی دیده شده، قابل ارجاع و مرور هستش، ولی خب یادم یه مستندی دارین که شاید کمتر دیده شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته، ولی الان همین صحبتی که کردین دقیقا ذهنم جرقه زد. شما از ارتباطی که بین سینما با علایق و داشته‌هاتون در واقع میتونه برقرار کنه صحبت کردین و مستند مسئله این است که درباره فیلم بودن یا نبودن آقای کیانوش عیاری ساختین. دقیقا یادم خیلی ایده جذابی داشت تو اون مجموعه یک فیلم یک تجربه که حالا راجع به اون پلکانی که کاراکتر خود بیامرزه اصل بعدی از اون پله ها بالا میرفت و حالا درام تو و نقش اون تو درام و خیلی به نظر مثلا نوع نگاه به جایگاه اون پلکان حالا تو اون فیلم خیلی برام جالب بود و این به خصوص تو اون مجموعه حالا مستندایی که تجربی ترم بود باز خیلی به چشم اومدش و خب به نظرم این خیلی جالب توجه هستش که این نکته رو میخوام در واقع باز کنیم، این که چطور میشه یک فردی از داشته های خودش، از اون چیزی که حالا از بچگی باهاش زندگی کرده در خانواده در این ور اون ور، اونا رو تبدیل بکنه به دستمایه هایی که بعداً باعث میشه که همواره یک چیزی در چنته داشته باشه که بخواد اونو به عنوان نگاه شخصی خودش تلفیق کنه با سینما و اون به نظر من میشه سبک شخصی، نگاه شخصی، اون چیزی که تو کارهای شما میشه دنبال کردش. این به نظرم قابل خیلی قابل تاکیده و حتی میشه بیشترم دربارش صحبت کردش. ببینید فکر میکنم که شاید بتونم این جواب این سوال رو مرتبط بکنم با یه ایده‌ای که توی فیلم‌های مختلف هم سعی کردم دنبالش کنم و اینم باز از فیلم‌های کوتاه میاد، یعنی از دورانی که توی انجمن سینمای جوان آموزش فیلم سازی دیدم. ما همیشه این ایده رو که ما چطوری با محدودیت‌ها باید کنار بیاییم رو به عنوان یه جور ایدئولوژی، یه جور بک‌گراند ذهنیمون توی هنر توی ایران داریم بهش نگاه می‌کنیم و بیشتر از محدودیت‌ها منظورمون محدودیت‌های موضوعیه، مثلا چطوری می‌تونیم این موضوع رو پرداخت بکنیم یا می‌تونیم این موضوع پرداخت نکنیم. خب وقتی که شما اولین بار رو شروع میکنید به فیلم سازی، محدودیت ممکنه که خیلی دست و بال شما رو ببنده. اولین کاری که میکنه اینه که جلوی بلند پروازی شما رو توی فکر کردن و توی رویا دیدن برای کاری که میخواین انجام بدین میگیره. این اولین کاریه که انجام ده، اما از طرف دیگه ناچارید باش کنار بیاید. حالا من اینجا محدودیت رو تبدیل میخوام بکنم به یه جور ابزار، به یه جور امکان برای انتخاب کردن. در واقع میتونم بهتون بگم که من توی اون دوران فیلم کوتاه فکر کردم که با یه ایده پیش برم، با هر آنچه که در اختیار دارم شروع بکنم به فیلم ساختن. اون هر مثلا توی فیلم های اولی که ساختم لوکیشنی که ازش کار میکردم خونه خودم بوده، دوستایی که داشتم دور و برم توی فیلم اومدن و نمیدونم همین کاری که همه بچه کوتاه انجام میدن، بچه فیلمساز کوتاه قبلا انجام میدن. الان خب متاسفانه من یه گرایشی توی فیلمسازی فیلم کوتاه توی ایران میبینم که فکر میکنم با ایده هرچی بزرگتر پس بهتر احتمالاً دارن بچه ها کار میکنن، یعنی هرکی فکر کنه هرکی دوربین بزرگ داره. الان بچه ها برای فیلم اولشون همه با آری و با نمیدونم دوربین رد و با بوجای چند صد میلیونی میرن سر صحنه فیلم برداری. خب در دوره ما اینطوری نبود. وقتی که ایده رو متمرکز میکنم، محدود میکنم به ماجرای محدودیت، اینکه چطوری تو محدودیت رو بتونیم کار بکنیم، فکر میکنم این آرمارو میتونه تبدیل بشه به یه نگاه به مثلا محدودیت در تعداد بازیگر یا محدودیت در لوکیشن.
توی فیلم کوتاه خودم این اتفاق افتاد به تدریج، یعنی مثلا چه توی ماهی و گربه، چه توی فیلم هجوم، چه توی فیلم حتی جنایتی بی‌دقت و یا فیلم محدوده دایره، فیلم آندوسی، توی همه این فیلم هایی که کار کردم یه ایده وجود داشت و اون بلوکه کردن یه دونه لوکیشن بود برای اینکه بتونیم روایت رو از طریق اون لوکیشن به کار ببریم. در واقع انگار که من در طول 30 روز، مثلا 30 روز فیلم برداریم، میتونستم این لوکیشن رو در اختیار داشته باشم و فکر کنم که تو این لوکیشن چطوری میتونم به یه پرفورمنس برسم. خب وقتی در فیلمی مثل اونی که شما مثال زدین، بودن یا نبودن، درباره بودن یا نبودن ساخته شد، مسئله این هستم داشتم فکر میکردم به یه ایده، فکرم چطوری میتونم همین چیزی که خودم دارم بهش فکر کنم توی فیلم یک کس دیگه، مثلا توی فیلم استاد اگری بتونم پیدا بکنم. پس اومدم ایدم اونجا هم محدود کردم به یه لوکیشن، فکر کردم که کل فیلم من در مورد یه بخش از فیلم آقای ایاریه و درباره فقط پلکانه. آیا این امکان وجود داره که من بتونم نگاه هم رو ببرم روی این پلکان و محدودش بکنم به این پلکان و فکر کنم حالا میتونم تمام جهان فیلم رو از دل همین روایت این پلکان بیرون بیارم؟ پس گفتگوها یا مثلا حرف زدن با آدم ها یا تحلیل کردن دکوپاژ و میزانسن، همه رو محدود کردم به پلکان به خاطر اینکه به نظرم واقعا جهان فیلم رو میشد توی اون پلکان، از بچه‌ای که اون بالا فوتبال بازی میکردن تا نمیدونم اون خانومی که با سیبا میرفت بالا و یا خونی که از روی پله‌ها راه میافتاد و کسی که داشت اون خونه رو پاک میکرد، کل فیلم رو میشد توی این سکانس خلاصه کرد و جهان فیلم رو اینجا داشت. اینو حالا این مثالی که شما زدین رو از این بابت گسترش دادم که بگم به نظرم یه شیوه است برای اینکه بچه‌ها بتونن با فیلم کار بکنن، اینکه چطوری ایده هاشون رو محدود کنن. من یه موقعی مطلبی نوشتم راجع به اینکه ما سه تا محدودیت اصلیمون برای اینکه بتونیم یه فیلمی رو بسازیم چی میتونه باشه. یکی از اونها لوکیشنه، یکی دیگرشون احتمالاً تعداد کاراکترایی که توی فیلمه، و یکی دیگه موضوع واحده. وقتی که شما یه موضوع واحد رو در یک لوکیشن واحد و با تعداد محدودی کاراکتر پیش میبرید، خواه نخواه دارید یه انسجام میدین به فیلمتون. در واقع فیلم داره توی یه مثلثی قرار میگیره که این مثلث مثلث محکمه، یه مثلث منسجمه. فیلم شما هر چه که نداشته باشه، حداقل این انسجام رو میتونید با این سه تا ایده توش به وجود بیارید. همونطور که شما اشاره کردین، یکی از این سه تا ایده مسئله لوکیشن بود که من از فیلم‌های کوتاه هم تا فیلم بلند هم همین توضیح رو دادم. سعی کردم اونا رو فعلا فیلم جدیدی هم که داریم کار میکنیم دوباره همین مسئله کلیدی رو توش داره که چطوری ما ممکنه توی لوکیشن بتونیم خودمون رو محدود کنیم. این دغدغه همواره در شما هستش، هنوز به اون نقطه‌ای که حداقل خودتون رو به نظرم راضی بکنه نرسیده. و خوبیش هم همینه که تو همین به نظر من کشفی که دارید خودتون همزمان انجام میدید ما رو همراه میکنید، این جذابیتش برای ما به عنوان مخاطب میمونه. ببخشید من قطع کردم. در واقع میخوام به این اشاره کنم که احتمالاً اگر تو سوال اولتون ما یه چیزی به اسم سبک رو ممکنه، حالا من فکر نمی کنم در فیلم خودم بتونم این اصطلاح رو به کار ببرم، ولی به صورت کلی میتونم به این اشاره کنم که مسیر سبکی پیدا کردن یک زبان قابل تشخیص، قابل رؤیت در آثار یک فیلم سازه. یعنی اگر من بخوام بگم یه فیلم ساز چه فیلم سازی، فیلم ساز صاحب سبکیه، یعنی داره یه استایل شخصی توی فیلم سازیه، احتمالاً باید بگم که من یک زبان قابل رؤیت رو توی فیلم‌هاش میتونم پیدا بکنم. احتمالاً مثلا این بحث رو اگر بخوایم جنجالی تر ادامه بدیم، به اینجا میرسه که حالا اون زبان قابل رؤیت آیا یک زبان در اندیشه حاکمه بر فیلم، نمیدونم، مثلا اندیشه نمیتونم بگم، شاید اون چیزی که به صورت کلیشه به اسم محتوا ما میشناسیمش، بر محتوای حاکمه بر فیلم یا بر فرم حاکمه بر فیلم، آیا این دوتا قابل تفکیک هستن یا نه، و همون بحثای همین شکلی که اتفاق میفته. خب به هر حال من وقتی دارم از یک زبان قابل تشخیص در سینما حرف میزنم، احتمالاً دارم راجع به یک ایده‌های بصری، دارم راجع به یک ایده‌ای در حوزه کارگردانی حرف میزنم. پس منظورم اینه که یک فیلمساز صاحب سبک، فیلمسازیه که شما عناصر بصری قابل تشخیص رو بتونید توی فیلم‌هاش کشف کنید و اون رو پیدا کنید. این نکته رو که گفتین، حالا میدونم داریم در رابطه با
کارهای خود شما دنبال میکنی، ولی خب قابل ارجاع به محتوا میتونه باشه. ما وقتی بخوایم اینجوری جدا بکنیم، خب اون نگاه شخصی، اون چیزی که توی اندیشه و تفکرم هست و البته خب اون باید بروزش رو به قول شما توی وجوه تصویری فیلمم پیدا بکنه. ولی خب میخوام بدونم راجع به محتوا اگه داریم بحث رو جدا میکنیم، نظرتون راجع به اون چی هستش؟ ببینید، من همیشه اینجا از جیمز برادلی، یک نویسنده که کتاب در حوزه فیلم نویسی داره و کتاب و فیلم پرچم‌های پدرانمان رو کلینت ایستوود ازش کار کرده به عنوان فیلم نویس، از اون همیشه مثال میزنم به خاطر اینکه احتمالاً جمله رو بتونم مستندتر بکنم از ایشون مثال میزنم، که میگن که یعنی ایشون میگن که سبک تکرار در فرم است نه در محتوا. یعنی اون چیزی که میگن اشاره به این داره که ما چطوری با تکرار در فرم فیلم سازی به اون چیزی میرسیم که بهش میگیم سبک. به عبارت دیگه میدونید یه بحث اساسی وجود داره و اونم اینه که چیزی که تماشاگر به عنوان محتوا از یک اثر هنری برداشت میکنه، آیا اون چیزیه که اصلا فیلمساز به عنوان محتوا به اون در قدم اول فکر میکرده یا نه. در واقع محتوا حوزه کدوم یکی از این دو تاست؟ حوزه مخاطب و برخوردون با یک اثر هنری یا حوزه خالق و برخوردون با یک اثر هنری؟ من تصورم اینه که البته من و یک جریان هنری در طول تاریخ که من به اون جریان هنری گرایش دارم، تصورش بر اینه که محتوا، چیزی که ما بهش میگیم محتوا، حوزه برخورد مخاطب با اثر هنری، نه حوزه برخورد خالق. در واقع خالق یک اثر هنری با توجه به ابزاری که در اختیارشه، یعنی تکنیک، شروع میکنه به یه فرمی رو طراحی میکنه، برای اون فرم از ابزار تکنیکی استفاده میکنه و محصولی رو ارائه میده. اما اینکه این محصول معناش چیه، چیزی که مخاطب در برخورد با اون اثر هنری درک میکنه. بخاطر همین ما اصلا یه چیزی داریم به اسم هنر تصادفی یا هنر اتفاقی. هنر تصادفی یا هنر اتفاقی 100% وابستگیش رو میذاره به اون چیزی که بهش میگیم مخاطب. یعنی هر مخاطبی ممکنه در برخورد با یک اثر هنر در برخورد با یک هنر تصادفی و یه چیز دیگه برداره، یه جهان دیگه برداره. یا اینطوری بهتون میگم، ممکنه یک اثر هنری در طول زمان، مثلا در طول یک عمر 50 ساله، در طول یک عمر 100 ساله که از یه اثر هنری میذاره، اون چیزی که داریم بهش میگیم محتوا، معنای محتواییش برای مخاطب تغییر پیدا بکنه. ممکنه همین الان اتفاقی که در مورد والت دیزنی داره میفته، خب اتفاق خیلی جالب و بامزه دیگه. حتما متوجه شدین که کمپانی والت دیزنی داره خیلی از فیلمهایش رو که در دوران گذشته ساخته تغییر برای مخاطبای امروزش تغییر میده. مثلا اونایی که در مورد سیاه‌پوستا یا اونایی که در مورد نقشای مختلف زنان داره توش کار میکنه، خب معنای دیگه‌ش اینه که اون چیزی که ما بهش میگفتیم محتوا، امروز با ممکنه برداشتی که تماشاگر ازش میکنه با تماشاگری که 30 سال پیش میکرده 40 سال پیش میکرده برداشت متفاوتی باشه. در این صورت آیا ما مجاز هستیم که بگیم محتوا رو مخاطب تعیین میکنه؟ به نظرم اینطوریه. به نظرم مخاطبه که در برخورد با اثر هنری چیزی که اسمش رو میذاریم محتوا میسازه، و اون اصلا حوزه کار کارگردان یا آرتیست در شکل بزرگترش نیست. در واقع خانم اساتذه باید بگم که آرتیست چیزی جز فرم اثر هنریش رو انتخاب نمیکنه. چون شما همیشه خیلی در معرض این قضیه فرم و محتوا قرار گرفتین، میتونه برای شما تکراری یا چه بسا کسل کننده باشه. اما فکر میکنم باز شدن این قضیه خیلی توی در واقع به خصوص توی همچین کارگاهی تو صحبت‌های شما به نظرم خیلی میتونه برای پرداختن به این که حالا واقعا این بحث قدیمی چقدر در واقع اهمیت داره که همچنان داریم در موردش بحث میکنی، باز میتونه به نظرم جالب باشه، یه قدم رو به جلو باشه. خیلی ممنونم. نه اتفاقا من همیشه استقبال میکنم. میدونم که این بحث هم شما میگین شاید به صورت جدی از سالهای دهه 50 به بعد شکل میگیره و توی سینما به وجود میاد و تا به امروز هم ادامه داره. من یه ذره به خاطر این که حالا فکر میکنم، البته هر وقت که وقت پارت اول گفتگومون داره تموم میشه به من بگین، من سعی میکنم جمله‌ام اونجا ببندم که برای پارت دوم هم وقت داشته باشه. فکر میکنم آره این صحبت شما رو برسونیم به انتها، همون تایم آخر این بخش بشه. ببینید اگه بخوام متصل کنم جواب این سوالو با همون بحثی که داریم میکنیم، یعنی راجع به بحث در مورد
سبک شخصی، یادتون باشه که سبک با تکرار یه سری مؤلفه به دست میاد. یعنی ما موقعی میگیم مثلا عباس کیارستمی فیلمساز صاحب سبکیه در سینما ایران، من مثلا میزنم، یا اصغر فرهادی رو داره سبک شخصی خودش میدونیم در فیلمسازی، یا مثلا در سینمای دنیا هر کدوم از فیلمسازا رو، مثلا هیچکاک یا آدمای از این دست رو داره سبک شخصی میدونیم، که بفهمیم مؤلفه‌های تکرار شونده دارن در فیلمشون و ما بتونیم رد اون مؤلفه‌های تکرار شونده رو پیدا بکنیم. این مؤلفه های تکرار شونده اول باید بررسی بکنیم ببینیم که چطور مؤلفه هایی هستن. مثلا ما میتونیم به صورت خیلی کلی بگیم فیلم های آلفرد هیچکاک در مورد مفاهیمی مثل ترس هستن. خب یعنی ما وقتی راجع به ترس حرف میزنیم فکر کنیم که داریم راجع به هیچکاک حرف میزنیم. اما سوال اینجاست که آیا ترس آیا به همین بزرگی میتونه فیلمساز رو دارای سبک شخصی بکنه؟ یعنی بگیم که اگر یک فیلمساز درباره ترس فیلم میسازه، آیا اون درباره ترس ساختن معناش اینه که فیلمساز یه هر فیلمسازی فیلمساز صاحب سبکی میشه؟ خب در این صورت احتمالا خیلی از کسایی که فیلمای ترسناک میسازن، فیلمای دلهره‌آور میسازن، اینا همه فیلم دارن سعی میکنن مزامین مرتبط با سبک بسازن. اما ما توی انتخاب شروع میکنیم به دست زدن به انتخاب، یعنی به عنوان یک کارگردان از این مفاهیم گسترده‌اش مثلا میگیم چه مدل ترسی در چه جایی در چه بخشی از جامعه در مورد چه طبقاتی از جامعه، شروع میکنیم به انتخاب کردن و بعد شروع میکنیم به انتخاب کردن ابزار تکنیکی، میگیم با چه دوربینی، با چه لنزی، با چه زاویه‌ای، با چه ریتمی، اینا همه پشت سر هم دیگه قرار بگیره. مجموعه اینا اون چیزی رو میسازه که فرم ما رو در فیلم سازی شکل میده. به خاطر همین مثلا ما وقتی راجع به سکانس حمام در فیلم هیچکاک، در فیلم روانی حرف میزنیم، داریم راجع به این حرف میزنیم که چطور یک چطور خانواده در آمریکا میتونه احساس ناامنی بکنه. داریم راجع به مفهوم بزرگتر حرف میزنیم به خاطر لوکیشنی که هیچکاک انتخاب میکنه که صحنه قتل رو توش انجام بده، نه به خاطر صرفاً پرداختن به قتل. یعنی اگر نورمن بیتس بتونه زن رو در هر لوکیشن دیگه بکشه، احتمالاً چون راجع به لوکیشن حرف زدیم دارم اینو میگم، میتونست بکشه، احتمالاً تأثیر ماجرا با وقتی که اون میتونه زن رو در حمام بکشه دو تا ایده متفاوته. شما فکر کنید که حمام به عنوان ایمن‌ترین جایی که آدم میتونه دور از چشم همه فقط و فقط خودش باشه معرفی شده تا به اون تاریخ در دوران در سینمای آمریکا، انقدر محرم که حتی کارگردان ها توش نمیرن، که حتی دوربین فیلمسازی موقعی که میخواییم نمایش درست کنی توش نمیره، و بعد وقتی توش قتل اتفاق میفته آدم ها میتونن خطر رو کاملا بیخ گوش خودشون اسمان. این انتخاب لوکیشن چقدر تأثیر میذاره تو ساخت یه مؤلفه سینمایی؟ این جمله رو هم بگم، فکر میکنم پس شما هم میخواستیم مستند راجب روانی هم بسازیم، راجب همون حمام میساختیم. به نظرم میاد از اون چیزایی که میتونه مورد علاقه شما باشه، هم نگاه تو هم در واقع اون نقطه ای رو که میخواییم بگیم توی کارات دنبال میکنه، چون خیلی به نظرم قابل اجرا هستش. متشکرم، این بخش پس فعلاً تمام. متشکر، صحبتمون رو ادامه بدیم. از هیچکاک و فیلم روانی برسیم. یه صحبتی که توی نکته ای در واقع که تو صحبت های شما بود به نظرم میتونه با صحبتمون ببره به این مسیری که انشالله کاربردی هم قطعا هستش و بیشتر باشه، اینه که شما از اینکه یک فیلمساز جوان تو مسیری که یعنی تازه کارا کاری که دارن تجربه میکنن انجام میدن، از یه چیزی به عنوان بلند پروازی اسم بردید، این که واقعا خیلی خوبه، باید باشه و در مسیر درستش میتونه یک سکوی باشه برای اینکه خب طبعا فرد خودشو تکرار نکنه و هی دنبال نو شدن باشه. اینجا به نظرم یک میتونه یک مرز باریکی داشته باشه. حالا بخوایم بگیم این بلند پروازی و جاه طلبی، اون چیزی که باز یه بخش دیگه صحبتتون بود، این که خب فیلمسازای جوان فیلمای اولشون به جهت تکنیک، تکنولوژی و که به بقیه اجزای فیلمم در واقع برمیگرده، میخوان مثلا همه چی رو خیلی بزرگ شروع بکنن. مثلا میگم تعبیر من اینه، شاید مثلا بعضی رو حتی فیلم کوتاه رو به عنوان یک سکانس مثلا از یک فیلم بلند حرفه‌ای میبینن، اینو اون وقت توی همه اون جزئیات میخوان در واقع مد نظر قرار بدن، که هم شما اشاره کردی این میتونه یک آسیب باشه، این میتونه به نظر منم میتونه واقعا اون حس تازه تجربه کردن رو
اینکه در واقع از بین ببره، چون تو فقط باید تو مخمور این باشی که کار بزرگ انگار انجام بدی که دیده بشه احتمالاً چه که یا دلایل خودشون رو دارن. میتونیم الان این مرز باریک رو هم یه آسیب شناسی بکنیم، چون خود شما از اون کسایی هستی که همواره این بلند پروازیه رو، اون تعریفی که ما به نظر من باز نمیخوام بگم، یعنی شما معذب نشی که از زبان شما، من این اعتقاد رو دارم به شما میگم، داشتی تا فیلم هجومتون که من دیدم، مثلا آدم بخواد فکر بکنه که آیا در سینما ایران یک فیلم مثلا درباره خونه شما ساخته بشه. خب این جز این که یک ذهن به نظر من خیلی بلند پرواز و باز، و اینکه سعی کنه اون بلند پروازی رو در اشل اون چیزی که موجود هست و میتونی و اینکه خودت رو همساز بکنی باهاش پیش ببری، این به نظر مساق به این دلیل هستش که شما رو در جواب دادن به این سوال من محق جلب میده. خب بپردازیم. مرسی. آره خیلی به نظرم به نکته خوبی اشاره کردی. ببینید من خب خیلی علاقه‌مندم به فیلم‌های کوتاه، به خصوص فیلم‌های کوتاهی که توی ایران ساخته میشه، چون واقعا معتقدم که نسل بعدی فیلمسازای ما از دل اونها بیرون خواهند اومد. فقط همین مشتاقانه دنبال میکنم و اینا رو نگاه میکنم. جالبه براتون بگم که یه ویدیو دیدم چندی پیش، مثلا پارسال من یه ویدیو دیدم که یکی از مدرسه فیلم در آمریکا ساخته بود که به طنز بود در مورد اینکه دانشجوهای این مدرسه فیلم آمریکایی چطوری کار میکنن. توی یه جایی یه بخش از این ویدیو در انبار رو باز میکردن و دانشجو میدویدن میومدن توی انبار و شروع میکردن به بردن دوربینا و به شوخی نشون میداد که اولین کسی که میومد تو بزرگترین دوربین رو میبرد و آخرین کسی که وارد میشد کوچکترین دوربینی که دیگه اونجا باقی مونده بود رو برمیداشت و میبرد. میخوام بگم شاید مسئله من خیلی شناخت دقیقی ندارم شاید، ولی مسئله فقط محدود به ایران هم نیست، شاید مثلا در نسل جوان این ایده به وجود اومده که ابزار داره کاری میکنه که کیفیت کار ما بالاتر بره. اما کافیه یه مقداری راستش آینده نگرانه نگاه کنیم به مسئله سینما، به مسئله فیلم. ببینید همونطور که توی پارت اول حرفم گفتم به نظرم میرسه که کارگردانی چیزی جز انتخاب کردن نیست، یعنی فیلم سازی. ما انتخاب میکنیم که اصلا به عنوان آرتیست از قدم قبل‌تر برم، ما انتخاب میکنیم که تفکر آرتیستیکمون رو در قالب شعر، داستان یا مثلا فیلم یا فیلم بلند یا فیلم کوتاه ارائه بدیم. بعد از بین اونها انتخاب میکنیم احتمالاً که مثلا ما میخوایم توی یک از بین انواع فیلم ها میخوایم بین فیلم های داستانی، مستند یا اینو انتخاب کنیم. بعد از بین فیلم های داستانی تصمیم‌های دیگه می‌گیریم بین ژانرهای مختلف، بعد انتخاب می‌کنیم بین مثلا مکاتب سینمایی، انتخاب می‌کنیم جای دوربینمون رو، انتخاب می‌کنیم لنزمون رو. مجموعی از این انتخاب هاست که میاد و در نهایت اثر هنری ما رو تشکیل میده. بازم می‌دونیم که مجموعی این انتخاب هاست که ما رو در معرض قضاوت قرار میده، یعنی تا وقتی ما انتخاب نکنیم کسی در موردمون قضاوت نمی‌کنه. اما از همون انتخاب اول که ما تصمیم می‌گیریم فیلم بسازیم و نه شعر بگیم، میتونیم مورد قضاوت قرار بگیریم که این ایده‌ای که ما داریم مناسب‌تر برای یک شعر بوده نه برای یک فیلم، یا برای یک فیلم مناسب بوده نه برای فیلم داستانی مناسب بوده نه یک فیلم مستند. پس از همون اول هم ایده قضاوت کردن ما با انواع انتخاب‌هایی که می‌کنیم پیش میاد تا به محصول نهایی میرسه. اینجا نکته‌ای که می‌خوام بهتون بگم اینه که اتفاقا به نظر میرسه خانم اساتذه که انتخاب‌های ما، آپشن انتخاب به تدریج در آینده هنر از روی دوش فیلمسازها، از روی دوش مجموعه سازنده فیلم دائم انگار داره سبکتر و سبکتر میشه. به چه معنا؟ مثلا شما نگاه کنید، ما الان تحقیقات علمی نشون میده که تصویری با کوالیتی بالاتر از فرض کنید 9K ما نمیتونیم روی پرده سینما دیگه تشخیص بدیم، یعنی دوربینا به یه جایی برسن که 9K فیلم برداری بکنن دیگه برای ما فرق نمیکنه ما 9K ببینیم یا 10K ببینیم یا 12K ببینیم. به نظر میرسه که کوالیتی تصویرها یه جایی محدود میشه. از طرف دیگه ابزاری که ما در اختیارمون داریم، مثلا دیدین که بعضی از فیلم برداری بزرگ دنیا میگن که ما با گوشی‌های موبایل در آینده فیلم برداری خواهیم کرد، یعنی دارن تبدیل میشن به همون کوالیتی‌ها رو برای ما دارن در شکل‌های کوچیک‌تری ارائه میدن، با کامپیوترهای خانگی میتونیم تدوین بکنیم. فیلم بردارها ممکنه که دیگه الان انقدر دست به انتخاب نزنن سر صحنه. قبلا در دوران سینمای نگاتیو انتخاب های فیلم بردارها سر صحنه خیلی مهم بود،
که با چه نوری انتخاب کنن، با چه فیلتری انتخاب کنن. امروز خیلی از فیلمبرداری این انتخاب ها رو به مرحله بعد، به مرحله پست پروداکشن دارن میسپارن. اگر ما در آینده بتونیم مثلا روی یک صفحه موبایل فیلممون رو فیلمبرداری کنیم، با انگوش گذاشتن رو جاهای مختلفش رنگمون رو تنظیم کنیم، با حتی بعداً تو کامپیوترمون این رنگ‌ها رو عوض بکنیم، اگر ما مثلا در حوزه فیلمنامه‌نویسی، میدونم که آقای راستین درگیر این ورکشاپ‌ها هستن، خیلی همیشه برام جالب نظر ایشون، یه روزی در این مورد بپرسم. اگر ما در حوزه فیلمنامه‌نویسی به الگوهایی برسیم که کامپیوتر بتونه این الگوها رو به ما بده، یعنی ما یه فیلمنامه‌نویسی رو، فیلمنامه رو طبقی توی برنامه نرم افزاری کار کنیم و کامپیوتر بتونه به ما بگه که نقطه عطف جاش جابجاست، باید بیاری این ورتر، این صحنه رو باید طولانی تر کنی، اون بتونه به ما بگه. در واقع میخوام بهتون بگم که چطوری آرتیست ها در آینده خیلی از ایده هاشون رو به همین تکنولوژی خواهند سپرد، از تدوین گرفته تا فیلم برداری، از همین این چیزا. در اون موقع چی باقی میمونه؟ یعنی اگر ما فکر کنیم که فیلمسازی در 50 سال آینده وابسته است به انواع ابزاری که هوش مصنوعی به وجود میاره، در اون صورت از یه مثلا ما برای فیلم چیکار میکنیم؟ احتمالا میریم سراغ همون ایده های اولیه. یعنی یه فیلمساز کماکان وقتی هنوز ایده اولیهش رو خودش میتونه تولید بکنه فیلمسازه، از اون به بعد همه کارها رو دیگه ابزار و تکنولوژی براش انجام میده. فیلمسازی فیلمسازتر نیست که ابزار بزرگتری در اختیار داره، فیلمسازی فیلمسازتر نیست که پول بیشتری در اختیار داره، فیلمسازی فیلمسازتر نیست که دوربین بزرگتری میتونه برسه ببره سر صحنه‌اش. در دهه‌های آینده فیلمسازی فیلمسازتر خواهد بود که بتونه یه ایده درست ارائه بده، چون بقیه چیزا توی یک جور مثلا بالانس تکنولوژیک قرار خواهند گرفت برای ما. میخوام بگم اگر ما داریم به اون بلند فکر میکنیم، به اون چیزی که در دورنماس داریم فکر میکنیم، احتمالا این مسیر مسابقه برای به دست آوردن دوربین بزرگتر رو باید فراموش بکنیم. هوشمندانش اینه که فکر کنیم اینا اتفاقاتی که در آینده حذف خواهد شد. پس بلند پروازی باید تبدیل بشه به بلند پروازی در فکرهای اولیه، در اون چیزی که در اون وضعیت بیشکلی که توی سر ما داریم میچرخه و ما میخواییم بهش این نظم و انسجام بدیم و اونو بیرون بیاریم. اونجا باید فکر میکنم بلند پروازانه رفتار بکنیم. این اون انتقادیه که در واقع من به مسیر فیلمسازی فعلی کشورمون و خب در امتداد اون به فیلمسازی فیلم کوتاه در کشورمون هم دارم. فیلمسازی که ابزار زده شده به نظرم. خوب خوشگل اما فیلم ها به لحاظ شکل و شمایل که دارید میبینید همشون یه استانداردی رو دارن، تصویر قابل قبولی دارن، نورای قابل قبولی دارن، ولی واقعیت اینه که دیگه برای هیچ کی تو دنیا مهم نیست که نور شما قابل قبولی یا نه، چون این بدیهی فرض شده. تصویر شما کوالیتیش بالاست یا نه، چون این بدیهی فرض شده. دیگه اینا جز بدیهیات فیلم سازی شده. دقیقا این آینده‌ای که شما داری ترسیم میکنی آره، واقعا به نظر من اصلا شرایط رو همه چی رو هر کسی در واقع آینده و شرایط موجود رو توی شاید حرفه و اون چیزایی که براش مهمه رون تأکید میکنه. به نظرم این تصویری هم که شما از دنیای فیلمسازی آینده ترسیم کردی هم در این حال خیلی غریب و بقوه، هم خیلی عجیب غریب میتونه باشه، ولی بکنم اگه که از الان برای یک همچین چیز مسیری که میتونه باشه، حالا فیلمسازا یا ماها که بالاخره به یک نوعی با فیلم و سینما در ارتباطیم، براش آماده باشیم، به نظرم اون موقع دیگه دوباره مثلا توی گیجیه یک ضربه‌ای که وارد شده و کسی نمیدونه چی کار بکنه نمیمونیم. این یکی از چیزهایی که میتونه پیش رومون باشه. ولی خب این نکته که شما میگی، این که بدونیم انتخاب هامون حالا چقدر مهمه یا اینکه اون فکر و ایده اولیه میتونه تعیین کننده باشه برای ما، یا حتی اگه بخوایم بگیم ارزش گذاری قراره بشه، باز برمیگرده به عقب‌تر، به اون چیزی که از درون ما در میادش، نه لزوما اون چیزی که طی مسیر قراره سر مثلا ایده فکر ما بیاره. این نکته قابل تعمله. دقیقاً این مطری یه چیزی که خودتونم اشاره کردی توی مسیری که شما اومدی وجود داشته و دوست دارم دربارش از شما بشنوم، همین نکته ایه که خب شما خب همواره تدریس کردین، به جز اینکه خودتون توی انجمن سینما فیلم کوتاه ساختی و از اون مسیر اومدی، خب توی انجمن سینمای جوان هم تدریس کردین و خب شیوه مواجهه با هنرجو، با دانشجو، با اینا
به نظرم یک پوزیشنی میطلبه که خب بالاخره باید این یک معلم یک بیسیک هایی رو باید کار کردش و اومد جلو و بقیه رو واگذار کردش که فرد صاحب تجربه میشه به چه مسیری بخواد بره. این مسیر شما در این جایگاه دو بعد مسیر فیلمسازی تو که دنبال میکنیم که اتفاقا شاید از اون نگاه کلاسیکه که همون الف با فاصله گرفتی و اومدی یک همون جنبه شخصی کار خودت رو پیدا کردی، چون میدونم هم توی بخش آموزش همونجور که الان من و شما داریم حرف میزنیم انقدر قشنگ و چه اوریزه صحبتاتون رو بیان میکنید و انقدر خوب قابل انتقال، اون بخش تو برای خودت حفظ کردی، در این حال اون مسیر خلاقه فیلمسازی رو داری. میخوام بدونم این دوتا رو چجوری در کنار هم پیش میبری و در این حال اول برای خودتون تناقض پیش نمیاد ولی همچنان راهو باز میذاره برای اینکه بخوای بیشتر بدونی، بیشتر تجربه کنی، بیشتر اون اتفاق جدیده رو از نظر خودت تو کارت ایجاد بکنی. اینو میخوام بدونم چجوری کنار هم پیش میره اینا. میدونید یه روز من شنیدم که آقای شادمهر راستین گفتن که عجیب ترین و اینجیشون در اون بستر به کار بودن، گفتن عجیب ترین واقعی که در دنیا وجود داره اینه که شهرام موکری سینمای کلاسیک درس میده. و آره به نظرم میرسه که واقعا همینطور که شما داره میگین یه ترکیب عجیب و بامزهی میشه. من سر کلاس ایده‌ای که دارم همیشه راجع به بچه‌ها دارم، راجع به جای دوربین و جای نمیدونم استفاده کردن از لنز و سینمای کلاسیک و در واقع دارم در ستایش سینمای کلاسیک و نو کلاسیک حرف میزنم، در ستایش شیوایی داستانگوی حرف میزنم، بچه‌هامو مجبور میکنم به اینی که حتما این مثلا گره قصه باید اینجا اتفاق بیفته، حالا یه ذره اینور اونورش کنن من ایراد میگیرم بهشون، اما وقتی که خودم فیلم میسازم بچه‌ها جالبه که میان مثلا سر کلاس فیلم سازی من که احتمالاً یه ذره راحت‌تر بفهمن من چجوری دارم فکر میکنم. ولی واقعیت اینه که سر کلاسام باز چیزی جز اونی که فکر میکنم و ارائه نمیدم. من خیلی علاقه‌مند ببینید اگر بخوام یه تقسیم بندی انجام بدم و بگم که فیلم‌ها مثلا یه تقسیم بندی کلی دارن، باز میخوام توی موضوع بحثمون راجبش حرف بزنم، مثلا بگم ما یه چیزی داریم به اسم فیلم موومنت، یعنی اون چیزی که مثلا به اسم سبک نه به اسم مکتب سینمایی میشناسیمش، مثلا انواع اسم‌ها سورئالیست ها چطوری فیلم میسازن، داداییست ها چطوری فیلم میساختن، مثلا نورالیسم چیه، رئالیسم شاعرانه چیه. اگر فکر کنیم یه بحثی داریم به اسم ژانرها، مثلا مدلی که رویکرد آمریکایی نسبت به فیلم هاست، ژانر فیلم های ترسناک چیکار میکنه، ژانر فیلم های گنگستری چیکار میکنه، ژانر فیلم های وسترن چیکار میکنه. اگر بخوایم یه تقسیم بندی بزرگتری انجام بدیم و بگیم که مثلا فیلم ها توی دوره های مختلف زمانی چطوری کار کردن، مثلا فیلم های کلاسیک، مدرن، پست مدرن، نو کلاسیک، یا مثلا سینمای پسا پست مدرن داره چیکار میکنه، اگر بخوایم این تقسیم بندی‌ها رو ببینیم و روش مطالعه بکنیم و داشته باشیم و سر کلاس با بچه‌ها حرف بزنیم راجع بهش، یه بخش دیگه هم از همون بخشی که ما امروز داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، یعنی بهش میگن پرسونال استایل، فیلمسازی شخصی، فیلمسازی به سبک شخصی، به روش شخصی. می‌خوام بگم این تقسیم این چیزی در تضاد با اونی که مسائل دیگه‌ای که ازش حرف زدیم نیست، بلکه یه مسیر به موازات اوناست. یعنی مثلا شما ممکنه بتونید توی یک سبک گروهی تر کار بکنید، اون سبک گروهی تر همون مکتب سینمایی میشه، یا ممکنه بخواید با فرمول های ایده پردازی آمریکایی کار بکنید که مثلا توی حوزه ژانر کار بکنید. فکر میکنم مسیر پرسونال استایل یه مسیر به موازات اوناست نه در تضاد اونا. در نتیجه شما ممکنه بتونید ایده های مختلفی که تو استایل شخصیتون پیدا میکنید رو بتونید از دل اون مسیرهای موازی دیگه بردارید. مثلا من تو فیلم ماهی و گربه یا تو فیلم هجوم همینطور که اشاره کردین خیلی خیلی نگاه هم به سینمای مورد علاقم، یعنی به بخشی از فیلم مورد علاقم یعنی فیلم های ترسناک هارور مووی ها بوده، خیلی اونا رو نگاه کردم. من سر کلاسم راستش برای بچه‌ها راجع به مثلا وامپایرا حرف میزنم. خب مثلا سر کلاسم بهشون میگم که وامپایرهای روز رو با شب رو چه فرقی میکنن، مثلا این گرگینه ها از کجا وارد زندگی ما شدن و مثلا شدن دشمن این دراکولا. حالا اینا میدونم میتونه به سینمای ما ربطی نداشته باشه، مثلا
یه بار به آقای امیر نادری گفتم که میخوام یه فیلم بسازم در مورد ومپایرا، بهم گفت که آخه شهرام جان تو پدرت ومپایر بوده یا مادرت ومپایر بوده، میفهمم این نکته رو درک میکنم. ولی میخوام بگم که یه نکته‌ای که اما باید بهش اشاره بکنم اینه، من سعی میکنم سر کلاسام با نشون دادن یه چنین ایده هایی به بچه‌ها بهشون میگم که شاید امکان این داشته باشه که ما بتونیم اینا رو استایلای دیگه ایش رو توی خودمون پیدا بکنیم. یعنی بتونیم داستان‌هایی که مثلا وقتی راجع به خونه شما داریم حرف می‌زنیم، احتمالاً داریم راجع به داستانی حرف می‌زنیم که یه بیس تاریخی داره، مثلا می‌دونیم کنتراکولا، جنگ‌های صلیبی، می‌دونیم که دروغی که شنید، بعد نمی‌دونم فکر کرد همسرش رو سپرده بود به شمایل مسیح و فکر کرد که اینجا بهش خیانت شده، وقتی فهمید که دروغی بهش و به همسرش به دروغ خبر دادن که اون تو جنگ کشته شده. و فکر میکنم خب ما یه عالم از این داستانا توی بستر سینمایی رو توی بستر داستانای کهن ایرانی داریم. ما باید احتمالاً اون مسیرها رو بشناسیم که بتونیم این طرف ازش استفاده بکنیم و یه مدلی ازش در بیاریم. فکر کنیم حالا برگردان اینا توی سینمای خودمون چطوری خواهد بود، توی مدل فیلم سازی ما چطوری خواهد بود. این کاریه که سینمای ایران توی مسیر دیگه انجام داده. مثلا مدل تا سالها سینمای پلیسی ایران نگاهش به سینمای پلیسی بود که توی آمریکا و اروپا داشت کار می‌شد. حتی شمایل کاراگاهمون شبیه به اونا بود، حتی نمی‌دونم لباس پوشیدنشون و دیالوگ گفتنشون شبیه اونا بود. اما بعد از این مدتی فهمیدیم مثلا سینمای آمریکای جنوبی داره یه جورای دیگه سینما پلیساشو پرداخت می‌کنه که شبیه‌تر به جامعه ایرانه. یهو رفتیم به سمت اینکه خب ما پلیسای آمریکای جنوبی داشته باشیم، یه فرهنگ نزدیکتر به خودمون رو پیدا کردیم و دیدیم که پلیسای مکزیکو، برزیل و این طرفا شبیه‌تر به پلیسای ایران میتونن باشن. درنچه اونو برگردان کردیم که الان توی سینما ایران پلیسای اون مدلی داریم میبینیم، فیلمای پلیسی مدلی. میخوام بگم باید راهشو پیدا بکنیم و فکر میکنم توی کلاسا کاری که من سعی میکنم انجام بدم اینه که نشون بدم کشورهای مختلف دنیا مسیرای این مدلی رو چطوری طی کردن و شاید بتونیم ایده های شبیه به اونا پیدا بکنیم برای اینکه تو سینمای خودمون مدلایش رو کار بکنیم. یادم مثلا در مدرسه ملی من بحث های مشابه این بحثایی که دارم براتون میگم تو کلاسی که فرض کنیم برادران ارگ در اون حضور داشتن انجام دادم. خب وقتی فیلم پوست رو میبینم در جشنواره فیلم فجر، فکر میکنم که چطوری اینا تونستن در واقع ایده هایی از اون مدل سینما رو وارد سینمای ایران بکنن و تبدیلش کنن به یه فیلم ایرانی و شکل و شمایلی شبیه به سینمای ایران از توش بتونن برداشت بکنن. در نتیجه اینا رو مسیرهای موازی هم دیگه میدونن که میتونن از هم دیگه استفاده بکنن. آره این قضیه که شما میگی، حالا تو همین مثالا صحبتایی که کردیم، به نظرم واقعا همون جای خالی هستش که ما سینمای خودمون در واقع حالا بخوایم ژان بگیم، گونه بگیم، یک سبک قصه گویی و فیلم سازی انقدر در واقع یک روی کرده افراطی بهش شده، ما اصلا گونه های مختلف متنوعی که حالا حداقل مخاطب بتونه ببینه یه انتخابی بتونه داشته باشه نداری. فیلم خود شما، یعنی فیلماتون، همون دوتا فیلمی که اشاره کردی، واقعا معدود فیلم هایی هن که تو همین سبک ساخته شده، یا فیلم مثلا پوست برادران که اشاره کردی، اینا جزء به گونه ها و نوع فیلم هایی هستن که ما اصلا واقعا دوچار یک خلایی هستیم. مثلا شاید یه تک فیلم مثلا ترسناک دهه 60 ساخته شد شب 29 هم، بعد اومدیم جلو یک تجربه های همینجور جسته گریخته انجام شد، ولی خب الان رجوع به اونا به نظر من با این حالا توصیه یا این نکته‌ای که شما میگی به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه. حالا به خصوص میگم برای اینکه سینمای خودمون از اون تک نسخه‌ای بودن، از اون تک ژانری بودن نجات بدیم و واقعا مخاطبی رو که داره بهترین فیلم ها رو در دسترس با بهترین کیفیت هستش از فیلم های خارجی و همش میگه چرا خب سینمای خودمون متاسفانه این تجربه ها رو انجام نمیده، به نظرم یکم اونا رو بشه راضی کرد. اشکال نداره، آزمون و خطا انجام میشه، میریم جلو، ولی بالاخره این مسیر تهش باز هستش، بعد این ریسک رو کرد دیگه که مسیر رو بریم ببینیم چی میشه. میدونین در واقع بذاریم من طبق همون معمول خودم
که اینجوری طبقه بندی میکنم، یه ایده رو راجبش اشاره بکنم و اونم اینه که تو همین تقسیم بندی که من گفتم راجبه مثلا ژانر، مکتب سینمایی سبک، یا تقسیم بندی ریشه‌ای‌تری که ما در مورد مثلا بیس ادبیات فیلم داریم انجام میدیم یا دوران فیلم در دوران داریم انجام میدیم، ببینیم ما امکان برگزاری کدومش رو داریم. ما وقتی راجع به فیلم در بیس فلسفه یا فیلم در بیس ایدئولوژی اندیشه داریم حرف میزنیم، مثلا اونجایی که میگیم سینمای کلاسیک، مدرن، پست مدرن، پسا پست مدرن، نو کلاسیک، از اینجور بحث داریم میرویم بیم، باید بهتون بگم یه جامعه احتیاج به این داره که اول بستر رشد فکر در اون فراهم باشه و بعد بتونه وارد حوزه‌های ریستری مثلا اینجا سینما بشه که بتونه چنین کاری رو انجام بده. آیا ما میتونیم یک دوران جدید مطالعات فیلم بر اساس بیس‌های تئوری به وجود بیاریم؟ واقعیت اینه که اول باید جامعه ما به مرحله تولید فکر و اندیشه برسه، بعد بتونیم چنین کاری رو انجام بدیم. پس به نظر میرسه حداقل پروژه کوتاه مدتی نیست، شاید در بلند مدت، شاید نسل‌های بعدی بتونن چنین کاری رو انجام بدن. موقعی که داریم راجع به مکتب‌های سینمایی حرف می‌زنیم، مکاتب سینمایی، ببینید مکاتب سینمایی ویژگی‌های خودشون رو دارن، مثلا محصول شرایط اجتماعیشون هستن، باید بازتاب دهنده شرایط اجتماعیشون باشن، مثلا از نورالیسم گرفته تا سورالیسم، از اکسپرسیونیسم گرفته تا امپرسیونیسم، هر کدوم بازتاب دهنده شرایط اجتماعی بودن که توش تولید شدن. آیا مکتب فیلمسازی ایرانی هست که امکان این رو داشته باشه که بازتاب دهنده شرایط اجتماعی حال حاضر ایران باشه؟ به نظرم نه. اگه واقعی بین باشیم، ما نمیتونیم شرایط اجتماعی فعلی ایران رو توی فیلم هامون ببینیم. واقعیتش اینه که نمیتونیم چنین امکانی رو نداریم. اگر امکان رو داشتیم، شاید یه مکتب سینمایی به وجود میومد، مدلی از نمیدونم رالیز، مدلی از نمیدونم سینمایی که مرسوم به اسم سینمای اجتماعی که واقعا بازتاب دهنده شرایط اجتماعی بود. خب البته میدونیم مکاتب ایدهای دیگه هم باید توشون باشن، یعنی اون شرایط اجتماعی اول باید در هنرهای دیگه دیده بشه، احتمالا باید ریشه‌اش یه جای دیگه هم وجود داشته باشه. در مورد ژانرها چطور؟ آیا ما میتونیم فکر کنیم که میتونیم دنبال کننده ژانر یا مبدع ژانری در ایران باشیم؟ ژانر خیلی وابسته است به فرمول‌های سینمایی، یعنی ما باید فرمول بلد باشیم. به عنوان کارگردان، به عنوان کسی که از دانشگاه سینمایی بیرون میاییم، باید بلد باشیم که این نماها پشت سر هم دیگه چی میشن، ترس رو مثلا چطوری منتقل بکنیم. باید بلد باشیم که تاریخ سینمایی ترسناک چه تحولاتی رو طی کرده، مثلا اسلشر مووی ها از کی صورت هک میزدن، کی صورت هاشون دفرمه شد، کی تبدیل شدن به آدم های عادی. در واقع هر سه این روند رو ما تو فیلم‌های استشن می‌بینیم، ولی اگه ندونیم روندش کدومه، نمیتونیم فیلم ژانر تولید کنیم. آیا ما در حال حاضر فیلم ژانر تو ایران میتونیم تولید کنیم؟ به نظر من فقر دونستن فرمول، فقر دونستن در واقع فرمول‌های سینمایی باعث میشه که ما در تولیدات ژانر همیشه عقب باشیم از نمونه‌های مشابهش در دنیا. میمونه کدوم؟ اونی که امیدوار باشیم به پیدا کردن استایل شخصی، امیدوار باشیم به کارگردانایی مثل آقای کیارستمی، مثل آقای فرادی، مثل آقای عیاری، مثل آقای تقوایی، یعنی کارگردانی که جهان سینماییشون رو پای خودشون بنا کردن، کارگردانی که تونستن دنیای منحصر به خودشون رو بسازن، فارغ از مکتب، ژانر یا شرایط اجتماعی مختلف میتونن جهان خودشون رو خلق بکنن. به نظر من این شاید جواب این باشه که چرا سینمای پرسونال استایل تو ایران سینمای موفق تریه تا سینمای ژانر یا مکتب یا سینمایی که داره سعی میکنه یه جوری ایده بزرگ تولید بکنه. به نظرم واقعیتش اینه که بستر اون چند تای دیگه در حال حاضر توی کشور ما فراهم نیست. خیلی درست اشاره کردی آقای مطری، چون تو صحبت‌های دیگه، حالا هم با عزیزان دیگه که کارگاه بوده یا قبلا، من همواره این نکته نظر منو جلب کرده که خب ما اگه یک سری فیلمسازا رو به جهت مسیرشون، به جهت آثاری که ساختن، به جهت اینکه در داخل و البته خب تو جهان دیده شدن، مورد توجه به عنوان سینما ایران قرار گرفتن، وقتی که دنبال میکنیم واقعا میبینیم که محصول یک جریان و سیستمی که حالا اینا تو اون قرار گرفتن و بعد خب باید اون پله نهایی بوده قدم میذاشتن روش، به هیچ وجه نیستن. در واقع همون چیزی که شما میگی، هر کدوم مسیر و دغدغه‌مندی شخصیشون رو دنبال کردن، اومدن جلو. حالا یکی شده خدا بیامرزه آقای کیارستمی، خدا حفظ کنه، آقای فرهادی که همچنان
هستن و در واقع یا خود شما رو میگم، من مثال میذارم نمیخوام معذب بشی، یعنی اینکه به عنوان چهره هایی که سینمای جهان رو در حال حاضر بالاخره دارین توی بازار جهانی عرضه میکنین، ولی هیچ کدومتون مسیری رو که میگم مثلا به همین خاطرم کم تعداد به قول شما هست، چون که اون آدم ها مسیر شخصی خودشون رو، شیوه و نگاه شخصشون رو پیدا کردن، حالا اومدن تجربهشون رو کردن، بعد رسیدن به این مرحله. و این به نظر من کاملا مصداق این قضیه است که شما میگه، چون بسترش اصلا نه آماده شده نه فراهم بوده که بخواد کسی تو این مسیر بره، برای همین واقعا چاره ای نیست جز اینکه هر کس به خودش رجوع بکنه و اون سیر شخصی رو برای خودش زمینش رو ایجاد بکنه و اونو بذاره به این که به قول شما شانس هم توش دخیل هم باشه و برسه به اون سکوه که باید. دقیقا مصداقش همین. خیلی موافقم باهاتون. من فقط به این نکته باید اشاره بکنم که واقعیت اینه که ما در مورد محاسن پرسونال استایل حرف زدیم، ولی باید بگیم که پرسونال استایل معایب و سختی، معایب که چه ارز کنم، باید بگیم سختی ها خودش هم داره. آره، مسائل خودشو داره، واقعا مسائل خودشو داره. میدونین در واقع پرسونال استایل همیشه میاد و در تضاد با یه چیزی قرار میگیره که بهش میگیم خواست تماشاگر. تماشاگر دائم تنوع و طلبه و سریع‌تره، چون که اون مصرف کننده است و تولید کننده یک فیلم احتیاج به سکون داره، احتیاج به آرامش و احتیاج به موندن روی قله‌ای داره که فتحش کرده، در حالی که تماشاچی میاد و به اون قله نگاه میکنه، ازش عبور میکنه، میره سراغ قله بعدی. در نتیجه یه تضاد اینجا شکل میگیره. تماشاچی همیشه از یه آرتیست میخواد که متنوع باشه و آرتیست اگر بخواد پرسونال استایل داشته باشه باید تکرار کنه خودش رو. خیلی این جملات رو شنیدیم که وقتی مثلا میگن که مثلا نمیدونم، بعضی وقتا من فکر میکنم تماشاچی توقع داره که آقای فرهادی مثلا فیلم بعدیش رو چیکار بکنه، مثلا یه درام عاشقانه بسازه در مورد مثلا یه پسر دختری که روی پل عاشق هم دیگه میشن. تماشاچی هی دائم داره از تنوع حرف میزنه و آرتیست نیاز به این داره که روی قله‌ای که ایستاده واسه و یکم فکر کنه و فکر کنه که روی همین قله میخواد احتمالاً بناشو بسازه. در نتیجه نباید از تکرار کردن بترسه. درسته، اینم جزو نکاتیه که طبعا کسی که تو اون مسیر هستش به نظرم از دوخت نظر اون فرد، اون هنرمندم باید بهش نگاه کردش. این اشاره که کردیم در واقع رسیدن به اون سبک و سیاق و نگاه شخصی، خب میدونیم که تو مسیر خیلی از فیلمسازان مسیر رو هموار کرده برای اینکه بتونن مخاطب جهانی هم پیدا بکنن، ولی خب شاید برای خب برخی هم کمتر این اتفاق افتاده باشه. میخوام بدونم که به نظر شما این مسیری که حرکت میکنه فیلمساز، هنرمند، برای اینکه هم در این حال به خودش و دغدغه‌مندی‌هاش پایبند باشه، اول از همه بتونه پاسخگوی نیاز درونی خودش باشه به عنوان یک هنرمند، ولی خب چه بهتر تو این مسیر بتونه مخاطب گسترده تری رو در نظر بگیره، که حالا مصداق اینیش برای ما مثلا تو میکی سینما، برای شما فیلمسازان و هنرمندان، یعنی که خب فیلمش بتونه تو جشنواره های جهانی و مخاطب گسترده تری ارتباط برقرار کنه، باز در مرحله بعد بتونه از نمایش و اکران، نمیگم خیلی گسترده، ولی بالاخره توی سینماهای جهان حتی معدود این امکان رو ازش برخوردار بشه. میخوام بدونم آیا میتونیم این مسیر رو قطعا آره به همدیگه میرسه یا نه یک حرکت و ظرافت ها هوشمندی هایی میخواد که به اونجا منجر بشه از نظر شما؟ ببینید اگه بخوام فرمول بندی بهتون بگم، باید بگم که دو تا ایده احتمالاً در سبک وجود داره که اگر ما بتونیم این دو تا ایده رو، وقتی میگم راجع به تکرار مؤلفه ها سبک، بتونیم این دو تا ایده رو به تکرار برسونیم، احتمالاً فیلمساز دارای سبک شخصی موفق تری خواهیم بود. اون دو تا ایده، یکیش رو بهتون گفتم، یکیش اینه که ما بتونیم مؤلفه های فرمی فیلم هامون رو تکرار بکنیم. مؤلفه های فرمی فیلم ها لزوما معنیش نیست که فیلممون رو در یه پلان بگیریم. مؤلفه های فرمی فیلم ها از شکل پرداختن به داستانامون میان تا گذاشتن گره و گره گشایی، از شخصیتامون میان تا نوع دیالوگ گفتنشون، از لنز دوربینمون میان تا غیره و غیره.
اما نکته دومی که الان دارم اضافه میکنم اینه، فیلم ها اگر بتونن در پایان یکی از حس های ما رو بر بیانگیزن، یعنی ما وقتی یک فیلم رو میبینیم غمگین بشیم یا خوشحال بشیم یا به فکر فرو بریم یا سوال در ذهنمون به وجود بیاد، یکی از انواع حس های ما رو برانگیخته بکنن، ما بتونیم در نهایت این دوتا رو تکرار بکنیم. یعنی شما فکر کنین وقتی مثلا ما داریم راجع به هیچکاک حرف میزنیم، اون رو فیلمساز صاحب سبک میدونیم و وقتی فیلمهاش رو نگاه میکنیم میبینیم این دو ایده در فیلمهاش تکرار میشه، مؤلفه های فرمی توی کارگردانی و چیزی که ما بهش میگیم، مثلا میگیم هیچکاک استاد تعلیق، مثلا وقتی راجع به مفهوم ترس در هیچکاک حرف میزنیم، یا وقتی لینچ رو نگاه میکنیم ما هم مؤلفه های بصری و فرمی توش داریم میبینیم، هم راجع به یک جهانبینی سورئالیستی حرف میزنیم، هم داریم راجع به یک دنیای پست مدرن سورئال حرف میزنیم. ما اگر بتونیم این دوتا رو پشت سر هم دیگه بیاریم، یعنی گیجی مثلا به مفهوم یک امتیاز، من دارم میگم ابهام به مفهوم یک امتیاز، به مفهوم مدرنیستیش دارم بهش نگاه میکنم، یعنی ابهامی که فکر رو به کار بندازه، ابهامی که ما رو در پیدا کردن جواب به سوال سخت گوشتر بکنه، ابهام رو به این معنا بکنم، هم تکرار کردن این دو مؤلفه در کنار هم احتمالا میتونه ما رو فیلمساز صاحب سبک موفق تری بکنه. منظورم اینه که احتمالا وقتی فیلم های فیلم سازای سبک رو پیدا میکنیم نمیتونیم یه فیلم کمدی ببینیم، یه فیلم ترسناک ببینیم، یه فیلم جنایی ببینیم، یه فیلم نمیدونم همین چیزا استایل های مختلفشون ببینیم. اونا هلوش یک دنیا دارن فیلم سازن، دنیایی که یک مسئله رو تکرار میکنه، یک مسئله روشن رو تکرار میکنه. ولی در این حال اینم اون نکته ای رو که شما گفتی به همراه داره دیگه. خب فیلمسازی که میخواد این حالا جهان ذهنی خودش رو هی بس بده، گسترش بده و تجربه خودش رو تو اون هیته بکنه، حالا نه به شکل از پیش تعیین شده که الان من مثلا مطابق این فرمول میخوام برم که به این نقطه برسم، ولی در این حال فکر میکنم این چالش بزرگ با مخاطبم وجود داره دیگه، که اون انتظاری که مخاطب داره، اون چیزی که در واقع خیلی وقتا دیدیم که توی سینمای خودمونم اتفاق افتاده، که خب خیلی از فیلمسازای بزرگ بودن یا مثلا الانم هستن که خب مسیری که دارن میرن فیلمسازیشون و فیلماشون نظرها رو برآورده نمی‌کنه و خب فیلمساز رو تو اون قالب ذهنی خودشون میخوان و اینم به نظر من یک انقطاعی به وجود میاره و خودش باعث میشه که به نظرم خیلی کار سختی برای شما به عنوان فیلمسازا هنرمندانی میشه که باید روی یک مرز باریکی حرکت بکنی و خیلی سخته به نظرم. میدونین برام اینا تو چند تا شکل مختلف همیشه طبقه بندی میشه. به عنوان مخاطب فیلم مثلا فکر میکنم که تماشاچی ها چی کار میکنن؟ تماشاچی ها دنیای گسترده‌تری از انواع فیلم ها رو میتونن ببینن. یه تماشاچی میتونه فیلمت جنگ استارگان رو ببینه، میتونه یه فیلم از سانکه ببینه، میتونه یه فیلم از لینچ ببینه. ما به عنوان تماشاچی یه دنیای بزرگتری از فیلم ها رو همیشه ببینیم. به عنوان آدم مثلا ممکنه یه بار این شانس رو داشته باشیم که بگن، اما ممکنه یه بار این شانس رو داشته باشیم که به ما بگن که انتخاب کن از بین تمام فیلم های تاریخ سینما و بگو کدوماش رو تو دوست داشتی کارگردانی بکنی، دوست داشتی مالک فکری کدومی که از این فیلم ها باشی، اسم تو رو بزنن به عنوان کارگردان. به نظرم اینجا آدم ها دو دسته میشن. یه دسته هست که مهمترین فیلم های تاریخ سینما رو برمیدارن، یعنی میگن که پدرخوانده مال من بود، پال فیکشن هم مال من بود، مثلا نمیدونم آپارتمان ویل وایلدر هم مال من بود، بعد بعضی داغش دوست دارن هم مال من بود، بهترین فیلم ها رو سلکت میکنن. خب اما یه دسته دیگه هستن که فیلم های شبیه به هم رو و یا شبیه به ذهنشون رو ممکن انتخاب کنن که لزوما بهترین ها میتونه نباشه، مثلا بگم که به جای آقای عباس کیارستمی میشد شهرام مکری، یه پکیج انتخاب میکنم، مهم هم نیست که این فیلم‌ها چقدر فروخته، چقدر دنیا دیده، چقدر اینجور شده. این دو دسته به نظرم در واقع مسیر فیلمسازی ما کارگردان‌ها توی این دو دسته خلاصه میشه. ما کارگردان‌ها وقتی وارد عرصه فیلمسازی میشیم جز یکی از این دو تا دسته‌ایم، یا آرزومون اینه بهترین فیلم‌های تاریخ سینما رو بسازیم، یا آرزومون اینه که فیلم‌های شبیه به هم دیگه بسازیم که مال خودمون باشن. من امیدوارم جز دسته دوم باشم خودم. بله دیگه مشخصه دیگه شما جز دسته. بله میدونم دسته اول یعنی چقدر لیگ با شکوهی میتونه باشه. میدونین؟
فکر میکنم که ما از اینجا تکلیف خودمون رو علی معلوم میکنیم. درسته. خب همین به نظرم این نقطه خیلی خوبیه برای اینکه هم بتونیم صحبتمون رو یک فینال به نظر من باز کنجکاوی برانگیز برسونیم، از این نظر که باز مشاهده کارنامه شما انشالله طی سالهای آینده برای خود ما به عنوان مخاطب به نظرم این جذابیت رو داره که بتونیم ببینیم شما چقدر توی مسیر موندی و وسوسه نشدیم اون سمت بریم. آره آره واقعا منم فکر میکنم کم اینطوریه، ولی باز منم برمیگردم به اون حرفی که اول زدم، از اونجایی که تعداد فیلمایی که فیلمسازا میتونن بسازن در آینده تعداد کمتری خواهد شد، به نظرم یه ذره باید از این حراسی که در مسابقه فیلمسازی داریم کم بکنیم و بیشتر تمرکز به دست بیاریم. امیدوارم منم واقعا به چنین تمرکزی در آینده مسیر فیلمسازی برسم. انشالله. خیلی متشکرم آقای مکری، امکان این گفتگو رو فراهم کردید از راه دور، ولی انقدر سخنانتون واقعا میگم شفاف و جذاب بودش. انشالله برای خود من شخصا، برای مخاطب و کسی که از این کارگاه هم استفاده میکنه همینجور فرد، انشالله که فیلم های بعدیتون، کارهای بعدیتون و از نزدیک منتظر هستیم که تشکر. مرسی، امیدوارم ببینم اتون. متشکرم.